خواست مجلس نمایندگان با بررسی سند استخباراتی با ISI پاکستان. د دې هوکړې بله معنا دا ده چې افغانستان رسما د ډیورنډ کرښه ومنله. انصراف هند از سرمایه گذاری بالای معدن حاجی گک. ما باورمند هستیم که حکومت هند در تصمیم خود تجدید نظر خواهد. و بازپسگیری بخشی از شهر رمادی از داعش. برام خدا و عرض سلام بر شما. امروز شنبه دوی جوزه سال 1340 خورشیدی است که برابر می شود با 23 می سال 2015 میلادی. با مجموعه خبری این ساعت با من شیوا پریسا ابراهیمی خوش آمدید. مشروع خبرهای این ساعت: معصوم استانکزای از سوی ریاست جمهوری به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی به مجلس نمایندگان معرفی شد. کاخ ریاست جمهوری همچنان می گوید که قدمشاه شهیم به عنوان رئیس ستاد ارتش و جنرال عبدالخالق به عنوان معاون اول وزارت دفاع ملی تعیین شده است. پست وزارت دفاع از چند ماه به این سو خالی بود و در پست ستاد ارتش شیر محمد کرمی و در معاونیت وزارت دفاع عنایت الله نظری اجرای وظیفه می‌کردند. هندوستان تصمیم گرفته است تا از سرمایه گذاری در معدن آهن و فولاد افغانستان انصراف دهد. این تصمیم در یک نشست میان برخی وزارت‌های هندوستان اتخاذ شده است. فاینانشنال تایمز با نشر این گزارش نوشته است که دلیل این کار سیاست‌های جانبدارانه اشرف غنی با پاکستان خوانده شده است. هندوستان تعهد کرده بود که نزدیک به 11 میلیارد دلار را در دو معدن بزرگ آهن و فولاد در افغانستان سرمایه گذاری می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش نگاشته است که در نشست میان برخی وزارتخانه‌های هندوستان تصمیم گرفته شده است تا از این سرمایه گذاری انصراف نمایند. بعد از سرد شدن روابط درباره پروژه‌های پیشنهاد شده فولاد، انرژی و معادن، اکنون کنسرسیون تجاری آهن و فولاد هندوستان تصمیم گرفتند که بهتر خواهد بود پروژه‌هایشان را در افغانستان به پیش نبرند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن نگرانی از این تصمیم، ناامنی را دلیل انصراف هندوستان می داند. این نهاد از هندوستان می خواهد تا در این تصمیم تجدید نظر کند. بسیار زیاد برای مردم افغانستان، برای حکومت افغانستان بسیار زیاد تاوان دارم. ولی که ما باورمند بزیستیم که حکومت هند در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد. به خاطر که در سفری که ما به همراه جلال نواب رئیس جمهور به هندوستان داشتیم، یک دید خوبی و دید مثبتی از طرف سکتور خصوصی چیز هندوستان و حکومت هندوستان نسبت به افغانستان وجود دارد. با این حال برخی اعضای مجلس نمایندگان میگویند این تصمیم هند در پی سیاست‌های غیر منطقی افغانستان در قبال پاکستان صورت گرفته است. طرف کشاندن با پاکستان پایش در قضیه افغانستان، امضای تفاهم نامه و روابط بسیار گرم و داغ با پاکستان که سالهای سال در جهت خرابی از کشور ما گام برداشت، متاسفانه این نتیجه عمل ناسنجیده و سیاست نابخردمندانه سیاستمداران و زعیمای ما شما است. خواستم در این مورد دیدگاه وزارت معادن کشور را نیز داشته باشم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. این گزارش در حال منتشر می شود که اخیراً افغانستان و پاکستان سند همکاری‌های استخباراتی را امضا کردند، چیزی که با واکنش تند بسیاری ها از جمله رئیس جمهور پیشین و مسئولان اسبق اداره امنیت ملی افغانستان روبرو شده است. متن سند همکاری‌های استخباراتی بین کابل و اسلام آباد برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاده شود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب می‌گویند سند استخباراتی با پاکستان لکه ننگ است و باید بازنگری شود. این اعضا یادآور می‌شوند که حکومت با امضای این سند اقدام به عمل عجلانه کرده است. عبدالعزیز کریمی جزئیات می‌دهد. شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می‌خواهند تا متن تفاهم‌نامه همکاری‌های استخباراتی با ایسای پاکستان را به مجلس نمایندگان بفرستد. آنان می‌گویند که این تفاهم‌نامه به بازنگری نیاز دارد. دده هوکر لمخه افغانستان به غیر مستقیم توگه پختنو او بلوسو سره مقابله او غیر ضروری دخمنی پالی. دا دیر مهم نقطه دی چه دیتا باید توجه شد. دویم، د دې هوکړې
بلا معنا داده چه افغانستان رسمن در دیوران کرخه اومنلا. ای تفاهم نامه استخباراتی بین افغانستان و پاکستان اما یک لکه بدنامی، یک لکه ننگین و یک لکه نفرت به مردم افغانستان میدانم که نباید امضا شود و نباید این لکه را بر نسل های آینده ما بگذاریم. همچنان شمار از اعضای مجلس نمایندگان بر حکومت وحدت ملی انتقاد میکنند. آنان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی در مسائل مهم کشور با هم توافق ندارند و همواره تصمیم عجولانه میگیرند. رهبران محترم ما همیشه بسیار عجولانه و شتابزده تصمیم میگیرند و سپس پشیمان میشن. مسئله تفاهمنامه میان افغانستان و پاکستان آن هم در بخش اطلاعات استخباراتی یک مسئله بسیار کلان است به افغانستان، به خاطر از اینکه ما هر روز از دست پاکستانی ها و عوامل پاکستانی ها در کشور قربانی میدیم. د دې ټولو ناخوالو بدبختیو باوجود چې موږ خپل شهیدان خپل غازیان د دې خاورې د اسیتو د ابرو لپاره چې قرباني ورکوي، د یو رئیس جمهور او د پردیو چې استخباراتي کړیو چې په ارګ کې نفوذ کړی دی، یو څو ایجنټان چې د پخواني نظامونو څخه پاتې دي، هغه د افغانستان د خلکو دغه قربانۍ په چالش کې اچوي. نه دا تنها چې دا باید پسخه سي، بلکې دغه سي مخفي حرکتونه مخه باید ونیول سي. گفته می شود که رئیس جمهور نیز دستور تجدید نظر در متن تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با اعضای پاکستان را داده است. رئیس ارکان قلردوی 209 شاهین در شمال می گوید جنگ در شمال کشور از سوی پایگاه ویژه در چترال پاکستان رهبری می شود. آنان می افزایند برنامه وجود دارد که یکی از واحدهای اداری شمال سقوط داده شود. رئیس ارکان نظامیان ارتش در شمال اما می گوید که برای دفع این حملات 5 عملیات نظامی در سراسر شمال جریان دارد. رئیس ارکان نظامیان ارتش در شمال می گوید پایگاهی که در چترال پاکستان مأمور سازماندهی جنگ شمال شده در برنامه سقوط یکی از واحدهای اداری شمال ناکام مانده است. با گفته او تلاش بر این بود تا همزمان در چندین جبهه حملات سنگین چند پارچه‌ای از بدخشان تا غرماچ فاریاب را اندازی شود و توان قوای افغانستان در شمال تقسیم شود. اطلاعی که به ما رسیده فعلا دشمنان خارجی در چترال یا بیزی را راه اندازی کردند که از اوجه بتانند گروپایشان در سراسری در شمال افغانستان تمویل شوند و اکمال شوند و دشمن هانچیده که می خواهد که در شمال افغانستان پیروز شود و در این رابطه علفی را بدست بره، من فکر میکنم که غلط محاسبه کرده باشه. با گفته جنرال حیدر برای دفع این حملات همکنون 5 عملیات در سراسر شمال جریان دارد و در 2 ماه گذشته نزدیک به 500 عضو گروه طالبان و جنگجویان خارجی به شمول فرماندهان ارشد و آموزگاران ماین به حملات انتحاری آنان کشته و زخمی شدند. 240 تن از دشمن کشته دادند و تقریبا 231 تن از یا زخمی شده. قوی ترین قماندان مشهور زیاد در جنگ خوستک که سربازای ما با شما در جریان هستین، یک کس به نام حاجی محمد نام داشت که یکی از قماندانان مطرح و کلیدی ازیا بود و او اینمی موضوعات انفجار و انتحار و مینسازی و ترنینگ ما اینمی دادن به نام حاجی محمد، مشهور به بلال بود. رهبری نظامیان ارتش در شمال میگن رویای حاکمیت بر مردم شمال و یا سقوط یکی از واحدهای اداری آن هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. و نظامیان امروز با انگیزه تر از هر زمان دیگر در حال دفاع و تهاجم هستند. تلاش گروه طالبان برای تصرف چند ولایت و ولسوالی در سراسر کشور به شکست انجامیده است. وزارت دفاع ملی با ابراز این مطلب میگوید جنگ تمام ایار طالبان در 3 ماه گذشته نتوانسته حضور آنان را در کشور ثابت کند. مسئولان این وزارت تاکید دارند که ارتش از شروع سال طرح تعرضی فتح را به اجرا گذاشته و این طرح در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت. همکارم وحید نویسا جزئیات میدهد. هر سال طالبان در فصل بهار دست به خیزش‌های مسلحانه در کشور می‌زنند، اما در بهار امسال نبردها شدیدتر از پیش بود. وزارت دفاع تصریح می‌کند که طالبان با عملیات خیبر و عزم فکر گرفتن ولایت کندوز و بخش‌های از ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، زابل، اورزگان، فرا، هرات و پکتیکا را به سر داشتند. ما پلان می‌کنیم
و خود ما میریم جایی که تهدید باشه و میفهمیم که اینجا مثلا مخالفین است یا نامنی را ایجاد میکنن، اونجا ما عملیات میکنم. یعنی هدف عزیز که از مدافع برآمده وزارت دفاع با تعرض گذاشته و ای ادامه داره، امروز هم ادامه داره، برای مای آینده هم ادامه داره تا که امنیت کامل در افغانستان تامین شود. هرچند حمله های گروهی طالبان در این اواخر جایش را به حمله های انفجاری و انتحاری داده، اما آگاهان نظامی میگویند نتیجه رویکرد تعرضی ارتش بعدها آشکار خواهد شد. دشمن برای ما ضربات بسیار مهلک و خطرناک وارد کرده، هم در شهر کابل، هم در بدخشان، هم در قندوز، هم در فرا و هم در سرپل. دیگه به این خاطر ما منتظر ازی هستیم که بعدی حرکات ازیا تا کدام انداز مؤثر خواهد بود. یعنی فعلا ما اینی گفته نمیتونیم که ناموفق بودن، هنوز بر موافقت وقت بسیار زیاد است. داستان جنگ و حمله های بهاری طالبان هر سال در کشور تکرار می شود، اما حالا که بخش های امنیتی ابتکار جنگ و نابود کردن را به دست گرفتند، دیده شود بهارهای دیگر افغانستان چگونه سر می شود. ادامه خبرها از داخل کشور پس از وقفه کوتاه. با ادامه خبرها خوش آمدید. نشر گزارش مستند خبری فروش آزادانه مواد مخدر در پایتخت از سوی آریانا نیوز نگرانی اداره جرایم و مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان را برانگیخته است. این نهاد جهانی کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر را سبب ناامنی و گسترش فساد اداری در نهادهای حکومت می‌داند. در همین حال معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله با آنکه فروش مواد مخدر در کابل را رد نمی‌کند، اما نبود پلیس کافی مبارزه با مواد مخدر را سبب ناتوانایی های آنان می دانند. یافته های آریانا نیوز در گزارش فروش آزادانه مواد مخدر در کابل نشان می دهد که در بسیاری از گوشه های پایتخت همچون شارارا، دهن باغ، پارک سیلوی مرکزی، در نزدیکی مسجد ایدگاه، پل سوخته در کارتی سوم، در نزدیکی شهرک آریا، چهار قلای وزیر آباد، در نزدیکی شفاخانه ابن سینا، قرغه، بهارستان، کارتی نو و سایر بخش‌های پایتخت مواد مخدر به دور از حراس نیروهای امنیتی به فروش می‌رسد. این امر سبب نگرانی اداره جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد شده است. عاید مواد مخدر سالانه 68 میلیارد دلار است. از جمله در حدود 200 میلیونش به شورشیا میره، به مخالفین دولت و جامعه بین‌الملل در افغانستان میره. 200 میلیون علیه دولت افغانستان، علیه جامعه بین الملل در افغانستان اقدامات صورت میگیره. در همین حال اعضای مجلس نمایندگان تاکید میورزند که مسئولان امنیتی در فروش مواد مخدر در کابل و سایر شهرهای افغانستان دست دارند. یعنی وقتی در چند کیلومتری خانه دکتر سب عبدالله و قصر دکتر سب اشرف غنی چون این چیزای جریان داره و اینا حتی فرصت پرداختن به این مسائل را ندارن، نشان میده که عملا چیزی به نام دولت وجود نداره. د کابل دغه سینایه نسته چې الته خورت روشن د مواد مخدرو چې پغه کې تریاک، پودر، هیروین او نور دغه مواد چې پغه کې ګولۍ مرزي اکسرسی په نامه باندې نور مواد پکې راځي چې دا په آزادانه توګه باندې خرڅیږي. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر امور داخله هرچند فروش مواد مخدر را در کابل رد نمی کند، اما اندک بودن نیروهای مبارزه با مواد مخدر را از عوامل افزایش فروش آن می داند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 1.7% کل تشکیل پلیس تشکیل می ده که با این چالش بزرگی از این تشکیلی که ما داریم کفایت نمی کند. در مستند خبری شبکه آریانا نیوز نشان داده شد که در چند متری منزل رئیس اجرایی حکومت و نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مواد مخدر به فروش می رسد.
پرونده قتل فرخنده برای استیناف خواهی به دادستانی کال فرستاده شد. رئیس محکمه ابتدای حوزه سوم شهر کابل میگوید نهادهای امنیتی باید بقیه افراد دخیل در قتل فرخنده به شمول فردی که فرخنده را زیر موتر کرده بود گرفتار نماید. همزمان برادر فرخنده حکم محکمه ابتدای را ناعادلانه میخواند و میگوید در محاکم بعدی انتظار عدالت را میکشند. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد. دختری که اواخر سال گذشته خورشیدی از سوی صدها مرد خشمگین در کابل کشته شد، پرونده نخستش در دادگاه ابتدایه بسته شد. رئیس این دادگاه از میان 49 متهم این رویداد، 4 تن را به مرگ، 8 تن را به 16 سال زندان و 11 مامور پلیس را به 1 سال زندان محکوم کرد. میگوید این پرونده را برای تکمیل مرحله استیناف بعد دادستانی کال فرستاده است. امروز ما را موفقانه فرستادیم و امید داریم که مراحل اداری خود را طی بکنه و غرض رسیدگی استینافی در مرحله استینافی قرار بگیره روزهای بعدی انشاءالله. تصاویری که از جریان لتوکوب کشتن و سوختاندن فرخنده برداشته شده نشان می‌دهد که این رویداد را صدها تن گردانندگی می‌کنند. 3 نفر از مجرمین اصلی که قاضی نامایشان نگرفت و 1 نفر هم که امنیت ملی اعلان کرد در رسانه ها که موتر از سر فرخنده شهید گذشتانده و در کشاندن از او در روی سرک کنار دریا دست داشته و در آتش زدنش امید حضور نداشت در محکمه. همه شما شاهد بودیم. افراد اشخاصی که به هر نوعی از انواع در قضیه زیدخل باشند، حتی حمایت فکری از مجرمین هم کرده باشه، هر کسی که باشه، در هر موقفی که باشه، از هر کجایی که باشه، قابل تعقیب عدلی واره ما دانستیم. فرخنده را 1 شب پیش از سال نو در همین جا با اتهام آتش زدن قرآن لتوکوبش نمودند و سپس زیر تایر موتر کردندش و بعداً جسدش را آتش زدند. حال که پرونده فرخنده به محکمه استیناف فرستاده می شود، هم مردم و هم خانواده فرخنده می خواهند تا عدالت به گونه واقعی آن تامین شود. نصرت پارسا، آریانا نیوز. نسبت تراکم رویدادهای داخلی رویدادهای خارجی از نشر باز ماند، اما تا لحظات دیگر بیننده رویدادهای اقتصادی باشید. مسئولان ریاست زراعت هلمند از افزایش چشمگیری در حاصلات گندم این ولایت خبر می‌دهند. به گفته آنان افزایش حاصلات گندم سبب رشد اقتصاد کشور خواهد شد. با این حال کشاورزان از حکومت می‌خواهند تا در توزیع تخم‌های بذری اصلاح شده و داروهای کیمیاوی با آنان همکاری کنند. ولایت هلمند دارای اقلیم مناسب برای کشت گندم هست. حاصلات گندم هلمند علاوه به بازارهای این ولایت به سایر مناطق کشور نیز فرستاده می شوند. رئیس زراعت و مالداری این ولایت می گوید سال روان در 98,000 هکتار زمین گندم کشت کردند و از هر جیری به آن 3.5 تن حاصلات گرفتند. چطور پا هلمند که دا غنم واخلی؟ دا چې د هند څخه یا د پاکستان څخه چې ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي، که چېرته دوی دلته خریداري وکړي، یو خو به دا شوی چې د مربوطه یا دلته چې کوم غنم کېږي دوی دپاره یو بهترین مارکیټ به پیدا شوی وي، خلکو په خپل وخت سره خپل غنم خرڅ کړي وي. وی میافزاید افزایش حاصلات گندم سبب رشد اقتصاد کشور و کمک به شهروندان کشور خواهد شد. با این حال کشاورزان میگویند اگر حکومت در توزیع تخم‌های بذری اصلاح شده داروهای کیمیاوی با آنان کمک کنند، آنان قادر خواهند شد تا حاصلات بیشتر گندم را به بازار عرضه نمایند. وشه بلچه چه راوله ملت دنیا راوله بلدنگانی پجور که بلدنگ ما تسکت رکی دو دیر رکی غنم رکی
ته زور واکه روپی د زغه پند روپی چې پیدا کړه غتر ته خواخه خپل بلډینګ په جوړې دی نه لږ وو ته زه پیږه چې موږ خپل کارمن ته د وسور کې د بل یو څه شپته غره زه په دوه کوم مزمن راځي. با گفته آنان ریاست زراعت و مالداری برای شمار کم از کشاورزان همکاری دارد و تا کنون نتوانسته تمام کشاورزان این ولایت را مورد حمایت قرار بدهد. روزهای ورزشی را همکارم نسرین جوینی تقدیمتان میکنم. نسرین خوش آمدیم. سپاس از خودت پریسا. خوش باشی. بیننده های عزیز سلام. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. با خبرهای ورزشی خوش آمدید. مشکلات تکواندوی افغانستان همچنان ادامه دارد. تکواندو که اولین و البته تنها مدال‌های تاریخ حضور افغانستان در دوران حضور در رقابت‌های المپیک را در کارنامه دارد، روز به روز دچار مشکلات بیشتر می‌شود و امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت این رشته پرمدال در حال رنگ باختن هستند. والیبال قهرمانی زون مرکز و جنوب آسیا قرعه کشی شد. در اولین دوره این رقابت ها که به پیشنهاد فدراسیون فاد والیبال افغانستان دایر شده است، تیم ملی والیبال افغانستان در گروه اول قرار گرفته است. تیم های ترکمنستان و ازبکستان دیگر تیم های حاضر در این گروه هستند. همچنان تیم های قرقیزستان، مالدیو، نیپال و بنگلادش که میزبانی رقابت ها را هم بر عهده دارد، در گروه دوم قرار گرفتند. تیم ملی والیبال افغانستان در اولین دیدار خود فردا به مسافه ازبکستان خواهد رفت. اول هم وضعیت هوا با هم کنیم. سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز. حال هم توجه کنید به پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور که بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی گردیده. تا چند روز گذشته بازم هوای کابل معتدل گردیده بود و شبش نسبت به روز هوای معتدل تری داشت. اینکه فردا چگونه خواهد بود با هم میبینیم. فردا کابل نیما آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16 درجه. بازم نسبت به روزهای قبل هوا معتدل تر شده و تغییرات خیلی اندکی نموده. حال هم ولایت هرات. فردا ولایت هرات هم آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16 درجه. هوای هرات نسبت به ولایت کابل گرم‌تر است. فردا بازم گرم خواهد بود. حال هم شهر مزار شریف. فردا شهر مزار شریف هم نیما آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 21 درجه. و نظر به پیش بینی نسبت به روزهای قبل تغییرات زیادی نموده و هوا هم معتدل شده. نوبت میرسه به شهر جلال آباد. فردا شهر جلال آباد هم نیما آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25 درجه. و نظر به پیش بینی شهر جلال آباد بازم شاهد هوای گرم خواهد بود. حال هم ولایت قندهار. فردا ولایت قندهار نیما آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24 درجه. و نسبت به روزهای قبل تغییرات اندک نموده، بازم هوا گرم خواهد بود. در اخیر هم ولایت غزنی است. فردا ولایت غزنی آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13 درجه. و بازم هموطنان غزنی نشین مشاهده هوای معتدل خواهد بود. بیننده های عزیز، این بود پیشگویی وضعیت آب و هوا. از توجهتان سپاس. شبتان خوش. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی www.arianonews.af مراجعه کنید. از همتون خبرهای این ساعت آریانا سپاس گذاریم. سپاس از همراهیتان. و ما در ادامه همکارم گالیا رنا نورسانی تا نیم ساعت دیگر با برنامه پس از خبر با شماست. رنا سلام، و موضوع امشب برنامه پس از خبر در مورد چی است؟ دیره بنا نکنم.